در مورد انسداد سیاسی در ایران زیاد گفته می شود، اما در مورد انسداد فکر سیاسی در ایران کمتر می شنویم. یکی از مهمانهای پرگار می گوید در 40 سالگی انقلاب ایران حال باید بپذیریم که فکر سیاسی نیاز به ترمیم دارد. منظور چیست؟ سلام. تحلیل اوضاع ایران و به طور اخص تحلیل اندیشه سیاسی در میان ایرانی ها در صورتی امکان دارد که به تجربه تاریخی پشت نکنیم، بلکه وضعیت حال حاضر را در بستر تجربه دورانساز انقلاب بسنجیم. و برای این کار چه مناسبتی بهتر از 40 سالگی انقلاب ایران؟ در این 40 سال جامعه ایران به کلی متفاوت شده، اما نظامی که با انقلاب بر اون حاکم شد در رؤوس کلی خود همان است که بود. این وضعیت به یک انشقاق جانکاه در ایران انجام میده که راه حلی برای برون رفت از اون پیش چشم نیست و این فقدان نامی گرفته که بر اون کمابیش توافق نظر هست: انسداد سیاسی. ولی این انسداد سیاسی تا چه حد در حوزه اندیشه سیاسی خود را نشان میدهد؟ محمد رضا نیکفر، فیلسوف و پژوهشگر سیاسی، در پاسخ به این سوال میگوید فکر سیاسی نیاز به ترمیم دارد. به گفته او اندیشه سیاسی کماکان در بند اون چیزی است که او پارادایم انقلاب میخواند. از او خواهیم پرسید منظورش چیست. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، میگوید اگر نیاز به ترمیم فکر سیاسی هست، این ترمیم نباید به معنای دور انداختن اندیشه انقلابی باشد. از او هم خواهیم پرسید منظورش چیست. آقای نیکفر، شما ابتدا به ما بگید که ترمیم فکر سیاسی یعنی چی؟ افسون بر اون چیزایی که نقل کردم از شما، یه جایی اخیراً گفتید که در ایران تئوری سیاسی بحران زده است و این امر بی ارتباط با انقلاب نیست. با فکر انقلابی به جوابهای همیشگی درباره انقلاب میرسیم، جوابهایی که دیگر ما را راضی نمی کند. منظور چیه؟ اینجا منظور من از فکر انقلابی فکری هست متمرکز بر درک محدودی از انقلاب. این درک محدود از انقلاب به این صورت خودش رو نشون میده که یک دولت وجود داره و ما باید این دولت رو به عنوان کانون شر برافکنیم و با برافکندن این که در گذشته عنوان انقلاب می گرفت و جالب اینجاست که الان خیلی ها این عنوان رو به کار نمی برن و این خیلی معنادار هست، بس خوب خواهد شد. در این فکر سیاسی تمرکز بر روی دولت، این فکر سیاسی دولت محور هست و این دولت محور بودن این فکر سابقه داره، یعنی برمیگرده به سنت ایرانی، که سنت ایرانی سیاست و قدرت متمرکز هست در سلطان و بعداً در مفهوم دولت یا حکومت و اون محور همه مسائل هست. بعد ما وارد دوران دولت نفتی میشیم که نفت رو در اختیار داره و این گمان که هر کس نفت رو در اختیار داشته باشه و این پول رو و توزیع بکنه میتونه جامعه رو بسازه. و بعد ما وارد قرن وحشتناک 20 میشیم، قرن ناسیونالیسم، قرن استعمار، قرن مبارزات ضد استعماری و غلبه این پارادایم که در کشورهای نظیر ایران دولت پوشالی هست و این دولت پوشالی رو میشه برافکن و یک جامعه خوشبخت رو ساخت. همه دست به دست هم دادن، از ناسیونالیستا بگیر تا چپ ها بگیر، همه روی این تئوری کار کردن و این پارادایم رو ایجاد کردن که در این پارادایم جامعه غایب هست.
یعنی جامعه حضور نداره، جامعه فقط یک وسیله است برای برانداختن و اینکه بعد بهش وعده بدیم که ما میاییم و وضع رو خوب میکنیم. این فکر سیاسی ثمره تلخ خودش رو در انقلاب ایران نشون داد، بی‌توجهی به جامعه، نشناختن جامعه و همچنان ادامه داره. یعنی همچنان این اگر در گذشته ضعف بود، الان به انحطاط رسیده این فکر. یعنی تصور این که قبلا این بود که خب ما جامعه رو پیشاهنگ میاد بسیج میکنه و این دولت رو برمیاندازیم و بعد خوشبخت میشیم، الان انحطاط به اینجا رسیده که گرایش به این هست که با فشار خارجی این دولت رو برمیاندازیم و بعد خوشبختی برقرار خواهد شد. این دیگه انحطاط این فکره، انحطاط این فکر دولت محوره. این ندیدن جامعه است، این پشت کردن به جامعه است. ولی همه کسانی که در اون به گفته شما پردایم انقلاب میاندیشن ضرورتاً به این نمیرسن که با کمک خارجی باید برانداخت و بعد از اون مثلا بهشت برین برقرار خواهد شد. نه، تو کاملاً درست میگی. در گذشته حداقل چنین چیزی وجود نداشت، ولی الان یک گرایشی هست که باز اونم گرایش یکی از مشخصاش دولت محور بودن هست. یعنی وقتی من از انصداد صحبت میکنم، اساس رو نه پارادایم انقلابی بلکه درک ساده ای از انقلاب میگیرم که به تدریج منحط میشه. دولت محور بودن این فکر مورد انتقاد من هست و وعده هایی که میده، وعده هاش این هست که یک گروه سیاسی دولت محور که در این پارادایم، در این شکل گفتمانش این هست، خطابش به جامعه حد اکثر اینه که شما خوبید، منم خیلی خوبم، اینا خیلی بدن، ما اینا رو میندازیم و همه چیز خوب میشه. این دروغه. به جامعه ما میگیم معلوم نیست شما خوب باشید، برخی جا خوب هستید، برخی جا خوب نیستید، منم چندان خوب نیستم. و بعد برای اینکه یک جامعه خوب بسازیم ما خیلی شرایط داریم، خیلی چیزا باید تحول و اینها رو باید باز کنیم و علنی بیان بکنیم و وعده دروغی ندیم. آقای متین، شما منتقد این نگاه هستید، فکر نمی کنید اندیشه انقلابی یا انقلاب محور ضرورتاً به دولت مداری و دولت محوری میرسه؟ میتونید بگید منظور چیه؟ من بعدا میخوام بگم که مفهوم انقلاب مفهومی است که بیش از هر جریان فکری با مارکسیسم در واقع گره خورده. یعنی ایده انقلاب در شکل مدرنش در واقع در نهله مارکسیستی هم بیان نظریش رو داره، هم تلاش برای به منصه زور در آوردنش هست و اینها. در نتیجه فکر میکنم هرچند ما میتونیم از اون محور، از اون محدوده قدم فراتر بگذاریم، ولی محدوده بحث ما در مورد انقلاب چه بخوایم چه نخوایم حول و حوش مارکسیسم و تئوری انقلاب اینها در مارکسیسم هست. اگر این رو در واقع بپذیریم، اون موقع مسئله انقلاب و مشکل ایده انقلابی به نظر من چیزی متفاوت هست از چیزی که آقای نیکفر میگه. مشکل مارکسیسم یا مشکل تئوری مارکسیستی انقلاب این هست که به دلیل اینکه در متن درکی تاریخی از ببخشید درکی خطی از تاریخ قرار داره، انقلابات رو به طور اتوماتیک پدیده‌های پروگرسیو یا مثبت یا مترقی تلقی میکنه. در نتیجه مثلا به قول مارکس انقلابات لوکوموتیو تاریخند، یعنی انقلابات جوامع رو به سوی آینده بهتر میبرن. بخشی از این در واقع درک خطی و ایده پروگرسیو بودن اتوماتیک انقلاب ناشی از این است که مارکس پدیده انقلاب فرانسه رو در واقع ایدئال تایپ به قول ماکس وبر یا به اصطلاح تایپ ایدئالش در نظر میگیره و از اون انقلاب در واقع نوعی تعمیم میده به انقلابات بعدی. و مارکسیست‌های بعد از اون هم به همین طریق پیش میرن و دلیل تاریخی هم برای این مسئله دارن، چون انقلاب روسیه بالاخره اولین انقلاب کارگری به فاصله نسبتاً یک قرن بعد از اون رخ میده و اینها.
در نتیجه به نظر من، از نظر من، یک نقدی که به تئوری انقلاب مارکسیستی وارد هست این ایده هست که انقلابات به طور اتوماتیک حتما نظم خوبی رو پیش میارن و غافل از این هستن که به قول اریک هابزبام که خودش هم طبیعتاً یک مارکسیسته، که اتفاقا انقلابات اغلب نه به قدرت رسیدن سیاسی یک طبقه در حال رشد، مثلا بورژوازی یا طبقه کارگر، بلکه اتفاقا تلاش مرگ و زندگی طبقات رو به انحطاط هستند. در نتیجه این طبقات بنا به تعریف اتفاقا ارتجاعی هستند، چون رو به عقب دارن و اینها. اگر این در واقع درک متفاوت رو از انقلاب در نظر بگیریم، اون موقع در واقع برخورد با ما به مسئله مشکلات ایده انقلابی هم متفاوت است. اگر حالا این مقدمه رو به اصطلاح در نظر بگیریم، جالب هست که حتی مارکس خودش تناقضاتی در، نه تناقضات ولی تفاوتهایی در رویکردش به انقلاب هست. مثلا اکثرا مارکسیستا به مانیفست کمونیست رجوع میکنن که بحث از انقلاب پرولتری است و اینها، در حالی که در مهمترین اثر مارکس در جلد اول کپیتال سرمایه یک فصل کوتاهی هست به اسم گذار از سرمایه داری، که طبیعتا خواننده فرضش اینه که در این فصل هست که باید از انقلاب صحبت بشه، چون ما در مورد گذار صحبت میکنیم. در این فصل حتی یک بار هم کلمه انقلاب به کار نرفته. در یک زیرنویس کلمه انقلابی، اون هم در نقل قول از کسی دیگری به کار رفته. یعنی مارکس اگر اون کتاب اصلی رو فرض بگیریم، اتفاقا درکش از انقلاب چیزی فراتر از تسخیر قدرت سیاسی و در واقع به قول معروف پدید آوردن این بهشت برین است. اما اینطوری هم نیست که در سنت مارکسیستی به این مسئله توجه نشده باشه. مثلا کسی که آرایش به نظر من نزدیکترین در واقع رویکرد رو به مشکل نظری ما در این بحث داره، گرامشی هست. گرامشی وقتی که انقلاب اکتبر، تئوری پرداز هژمونی ایتالیایی در قرن 20 اوایل قرن 20، وقتی که خبر انقلاب اکتبر اومد به گرامشی رسید، گرامشی چنان متعجب شد که یک مقاله نوشت به اسم Against Capital، علیه سرمایه، به این معنا که انقلاب اکتبر ناقض کتاب سرمایه مارکس است. بعدن که فاشیسم در ایتالیا سر کار اومد، واقعا گرامشی نشست ببینه که چرا در یک کشور غربی و به اصطلاح پیشرفته صنعتی به لحاظ اقتصادی اتفاقا یک فاشیسم سر کار اومد، در حالی که در کشور به لحاظ اقتصادی خیلی عقب افتاده، یک انقلاب کارگری رخ داده. در اون مرحله است که گرامشی واقعا یک تمایز جالبی به نظر من قائل میشه بین ساختار اجتماعی و اقتصادی در اون چه که اون شرق مینامه در مقایسه با غرب. حالا اون هم تعمیم های خودش رو داره که به نظر من نادرست هستن، ولی نهایتا بحثش این است که در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری، حکومت بورژوازی به قول اون نه از طریق اعمال روزانه و مستقیم قهر و خشونت، با استفاده از ابزار دولت، از طریق در واقع اون چیزی که اون کامن سنس یا به اصطلاح عقل سلیم یا بالاخره درک معمولی از روابط هست، که در مویرک‌های جامعه از طریق تحصیل، آموزش، نمی‌دونم اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های صنفی، مدارس، دانشگاه، رسانه و فلان، در واقع مردم خودشون می‌پذیرن حکومت در واقع استثماری بورژوایی رو، و در نتیجه دولت فقط در مواقع بحران مثلا اعتصاب مدنشیان در اینجا در 1980 از پشت صحنه میاد تو، میاد به عرصه سیاست، به عرصه جامعه، و اون زندان و قهر و خشونت به اصطلاح اوضاع رو برمیگردونه. اگر این رو در نظر بگیریم، اون موقع هست که سوال در مورد مشخص ایران این نیست که ما انقلاب انجام بدیم یا انجام ندیم. مسئله این هست که چرا اصلا انقلاب به عنوان یک پدیده رخ میده. چون من با توجه به آرای خود آقای نیکفر که خوندم، ایشون هم معتقد نیستن که انقلاب ناشی از یه چیز ولنتاریستی است که انقلابیون انقلاب میکنن. برعکس، از اراده گرایی انقلابی. بله. یک شرایط به اصطلاح بحران سیاسی انقلابی رخ میده که اگر انقلابیونی هم اونجا باشن مثل بلشویک‌ها در روسیه که آماده باشن از این بحران استفاده بکنن، اون موقع شاید روند ماجرا به طرف اونها بره. تبار انقلاب، اون چیزی که به مارکسیسم منتقل میشه، قبل از اینکه انقلاب باشه ادراک از خودفرمانی هست، که ما این رو ما میبینیم در اندیشه های کسانی مثل ژان ژاک روسو شکل میگیره، و پیش از انقلاب کبیر فرانسه این مفهوم پخته میشه. کانت و اطرافیانش مثل ارهارد که کمتر شناخته شدن، این مفهوم رو با برگرفته از ژان ژاک روسو با مفهوم ادراک روشنگری در میامیزند و
آن گونه که ارهارد برای ما فرمولی میکنه به زبان ایرانی انقلاب یعنی برانداختن ولایت، یعنی خودفرمانی، یعنی من آزاد بشم، من ولی خودم هستم. این مفهوم اوریجینال، مفهوم بنیادی و اساسی انقلاب است، یعنی ولایت شکنی و یافتن استقلال و متکی شدن بر خود. این مفهوم در انقلاب کبیر فرانسه پخته میشه، در مفهوم حقوق بشر سرازیر میشه و کسانی مثل ارهارت اینا میبینی که حق بشر رو تعریف اولیه‌شون اینه، حق بشر یعنی حق انقلاب، یعنی حق برانداختن سلطان، حق برانداختن ولایت، که این ولایت شامل کلیسا میشه و شامل دولت میشه و اتکای جامعه بر خودش. مارکس جوان و هگلی های جوان این مفهوم رو میگیرن، هم برانداختن ولایت آسمانی و هم ولایت زمینی، و بعداً ولایت سرمایه رو درش وارد میکنن. یک مفهوم بسیار عمیق و وسیع از انقلاب مطرح میشه و این متکی بر جامعه است. در مجموعه از نوشته های کار مارکس هست که در مجموعه آثار چاپ مسکو ما این رو نمیبینیم، مارکس نگرانی هایی رو ابراز میکنه در مورد انقلاب در روسیه، از اینکه یک تزار سرخ ایجاد بشه به جای اینکه در واقع یک انقلاب سرخ سوسیالیست، یعنی نگرانی ها وجود داره. بعد ما میایم میبینیم که مفهوم دولت غلبه پیدا میکنه و این دولت به عنوان راهنما، دولت به عنوان معلم، دولت به عنوان راهگشا، و به طوری که این مفهوم در جای مثل ایران همه میپذیرن. یعنی شما در نظر بگیرید که محمد رضا شاه هم از انقلاب سفید حرف میزنه، آیت الله خمینی هم از انقلاب اسلامی حرف میزنه، همه اینا معلومه این درک فاسد شده است، درک سقوط کرده است، درک دولت محوره، که همه خیال میکنن دولت. چیزی که گم میشه در این وسط در واقع جامعه گم میشه به تدریج. چنین شده در فکر سیاسی ایرانی حداقل آقای متین؟ من یک سری یک مقدار رگه های به اصطلاح ایدئالیستی در نظرات آقای نیکفر میبینم که شاید ناشی از مطالعه هگل و کان در کارهایشون خیلی زیاد هست. به این معنا که بحث این نیست که این مفهوم ما رو به اینجا میرسونه، بحث اینه که چه شرایط عینی این مفاهیم رو در جاهای خاصی به عنوان مفاهیم جذاب و قابل به اصطلاح پذیرش برای مردم پدل میکنه. در همین انگلستانی که ما هستیم و مارکس کاپیتال رو درش نوشته، حداقل 60 ساله که گروه های انقلابی هستن، گروهایی که مدام تبلیغ انقلاب میکنن، از ابزارهای لیبرال دموکراسی برای انقلاب استفاده کردن، تبلیغ میکنن. همین بیرون همینجا ممکنه شما هواداران حزب سوسیالیست کارگری اینجا رو ببینید که میگن انقلاب. خب انقلاب رخ نداده در کدوم کشور اروپایی ما انقلاب؟ بله متوجه. یعنی شما به این معنا هست که این فکر میکنید اینکه ایده ها چنین سرنوشتی رو رقم زدن، این یه سوء تفاهمی که متاثر از من کماکان. ولی بذارید یه مقدار بحثو فراتر ببریم از نظریه انقلاب در جنبش چپ و یه مقدار راجع به جامعه ایران صحبت کنیم. آقای نیکفر میگه متاثر از این نگاه به انقلاب و این دولت محوری که متاثر از اون هست، فعالان انقلابی و فراتر از چپ ایشون میبینه، اصولا اونها که اندیشه انقلابی دارن، اونها قبل از صحبت توی استودیو گفت به جامعه رشوه میدن، یعنی به جامعه میگن تو خوبی دولته که بده و این میگه یک سوء تفاهم بزرگه. چه این چیزی میشه گفت؟ اتفاقا برعکس، من فکر کنم حداقل در سنت شب باز مجبوریم برگردیم. اتفاقا این ایده که به اصطلاح انقلابیون یک قدم جلوتر از تودا هستن، به اصطلاح ونگارد یا پیشرو هستن، اینا هست. یعنی اونا فکر میکنن که برعکس چیز اتفاقا برعکس. یعنی ما در جریانات اصلاح طلبی در ایران دقیقا اینو میبینیم که میگن مردم اینو میخوان و ما باید در واقع پرکتیس سیاسی خودمون رو مبتنی بر خواست مردم بکنیم، در حالی که در سنت شب برعکس میگن که خب
ما بعد اتفاقا چیزی که مردم میخوان شکل بهش بدیم. یعنی اینجوری نیست که مردم یک چیز بذاته دارن تصور خاصی از یعنی اگر ارادی هست در چپ ها اراده گراییه تا دنبال روی از مردم و رشوه دادن از به نظر من افراط و تفریط است، ولی در مورد خاص ایران یا کشورهای مثل ایران بحث این نیست، فقط بحث نظری نیست، بحث این هست که آیا گروه های چپ یا گروه های حالا رادیکال اپوزیسیون جمهوری اسلامی یا نظامی مثل جمهوری اسلامی اصلا این امکان رو دارن که در سوخت و ساز روزمره این جامعه حضور داشته باشن، حرفشون رو بزنن، مردم حرفشون رو پس بزنن، اونا برن در واقع ببینن که مشکل چیه، برگردن تبلیغ بکنن. ایده انقلابی یعنی ایده رو کردن به جامعه، تلاش برای توانمند کردن جامعه، آموختن ولایت شکنی به جامعه، همراه شدن با این ولایت شکنی. درست. و اینکه تو باید تو فقط خودت میتونی خودتو رها بکنی. این در واقع این ایده انقلابی بر اساس این ایده انقلابی هست که من اون درک مبتذل از انقلاب و منحط شدنش در شکل براندازی های توته آمیز رو فکر میکنم ما میبایست در واقع نقد بکنیم و به ویژه بزنیم این حلقه پیوند همه گروه های سیاسی رو، از سلطنت طلب بگیر تا اصولگرا تا اصلاحگرا تا برانداز تا برخی آنارشیستا، همشون در یه چیز مشترک هم. فقط یک مشکلی وجود داره به اسم دولت و با حل مسئله دولت، برانداختن مسئله دولت یا اصلاح دولت قضیه حل میشه. یعنی در واقع اصلاح طلبی خودش یه لهجه هست از این گفتمان، براندازی هم یه لهجه از این گفتمانه، اصولگرایی هم لهجه. من میگم از این گفتمان ما باید در بیایم بیرون، فقط به یک ولایت شکنی اصیل رو بیاریم و این انقلاب هست. در مورد اینکه انقلاب اساسا در واقع این به اصطلاح کانت یک بلوغ ذهنی که آدم خودش رو از ولایت رها بکنه، فکر کنم ما کاملا موافق هستم با آقای نیکفر. بحث ما در واقع سر این هست که شرایط عینی و مادیه که انسان‌ها در واقع پتانسیل رهاییشون رو در واقع به منصه ظهور برسونن چی هست. من احساس میکنم که بحث آقای نیکفر این است که مشکل جریان انقلابی این است که اینا هی رو دولت متمرکز بودن و جامعه رو فراموش کردن، در حالی که بنا به گفته خود مارکس انقلاب ناشی از حرکت خودآگاه طبقه کارگر است که در اون زمان طبقه کارگر بنا به تعریف اکثریت هر جامعه بوده. در نتیجه وقتی که اون از حرکت خودآگاه پرولتاریا صحبت میکنه، یعنی در واقع منظورش از جامعه هست، چون جامعه بخش عمده شون هست. مارکسین، ولی این نقد رو قبول دارید که انقلابیگری به این شکل منحط در اومده به گفته آقای نیکفر که همه چیز در دولت یا منظور حکومت خلاصه میشه؟ ببینید این بحث به نظر من نرماتیف هست، چون ارزش گذارانه است. من به شخص دوست دارم به اصطلاح بیشتر تحلیلی صحبت بکنیم. بحث من این است که در 100 سال به قول آقای نیکفر که درست هم میگن، چرا در جامعه مثل ایران این ایده همچنان هست؟ بالاخره این مردم در تماس هستن با دنیا خارج، رسانه هست، آموزش هست، اینا تحصیل کرده هستن. چرا فکر میکنن با انداختن حکومت میشه؟ اصلا این ایده به نظر من این ایده ناشی از شرایط خاص تجربه مدرنیته در جای مثل ایران هست، نه اینکه من یا آقای نیکفر به اصطلاح بخوایم و این چیز رو این به حساب همه گیر بشه. ناشی از این هست که همینجوری ایشون در ابتدا گفتن توسعه سرمایه‌داری در جای مثل ایران بسیار ویژه است، از این لحاظ که برعکس غرب که توسعه سرمایه‌داری در عرصه اقتصادی همگام بوده با توسعه نهادهای لیبرال دموکراتیک، جامعه مدنی به قول هگل یا مارکس که استفاده کردن، یعنی یک نهادهای مستقل از دولت که مدام دولت رو چک می‌کنن در رفتار سیاسیش، میتونن در این انتخابات برش بیاندازن. حالا اون محدوده خودش رو داره، کاری به اون نداریم، این ایدئال شاید نباشه برای مارکسیستا، ولی بالاخره لیبرال دموکراسی ها یک ابزارهای بسیار افکتیوی در اختیار مردم قرار میدن که اینها میتونن دولت که قدرت به لحاظ تسلطش بر ابزار اقتصادی و اجتماعی بسیار پرآورده است اینو تغییر بدن. در جایی مثل ایران
به دلیل ماهیت اقتصادیش، به دلیل توسعه بسیار سریع سرمایه‌داری، به دلیل انکشاف خاص طبقات اجتماعی که در دوران مدرن وجود اومدن، ولی به خصوص به دلیل نفت، در واقع ما تمایزی که بین اقتصاد و سیاست در اینجا میتونیم قائل بشیم، در اونجا نمیتونیم قائل بشیم. شما بخواید نخواید خودتون رو در مقابل دولت میبینید، بله. در جایی که مثل اینجا اینجوری نیست. آقای نیفر، به این ترتیب این چیزی که شما یک عارضه بسیار عمیق مینامید، این دولت محوری، به گفته آقای متین ناشی از شرایط عینی ایران نیست؟ بله، ناشی از شرایط عینی ایران هست، ولی تفکر انقلابی در واقع اون سوبژکتیویتی هست، اون ذهنیتی هست که کوشش میکنه بگذره و فراتر بره و دگرگون بکنه، یعنی یک بوت دولت رو بشکنه، و این بوت دولت رو نه در یک عمل خیابانی بلکه در ایده هم، در اندیشه هم این بوت رو بشکنه. به جای اون باید درک دیگه از سیاست گذاشت، یعنی سیاست رو اگر ما دو دسته‌بندی انجام بدیم، بزرگ از سیاست، یکی رو متوجه در واقع قدرت مرکزی بکنیم، یعنی کنش و واکنش، مشارکت یا مفارقت، همدستی یا درگیری با دولت، این یک درک از سیاست میشه. درک دیگه از سیاست اینه که ما با هم چیزی رو آغاز بکنیم در جامعه مدنی، و به خاطر توانمند شدن و پیشبرد این و تاثیرگذاری این، این یک درک دیگه ای از سیاست است. آنچه که من اینها مانع تو جمعن آیه نیکفر هستن، کسانی که متوجه هستن که ساختار سیاسی در نهایت باید تغییر کنه یا دچار تغییر اساسی بشه، ولی در این حال دارن کاری میکنن که شما مدنی مینامید دیگه. ولی شما در نظر بگیرید، من مانع تو جمع نمیدونم، من دولت رو بی اهمیت نمیدونم، ولی پرکتیس سیاسی ما بیش از حد، یعنی شما در نظر بگیرید قبل از انقلاب در گروه های چپ، دانشجویی که میتونست کار بکنه، معلمی که در روستا کار میکرد، کارگری رو که در کارخونه کار میکرد، اینو در میآوردن، میآمد در خانه تیمی که مستقیما علیه دولت به جنگ. این دولت محور بودن هست، یعنی این. و بعد شما در نظر بگیرید این آثار سیاسی رو که میخونید، از حکومت اسلامی خمینی بگیریم تا انقلاب سفید محمد رضا پهلوی، تا خیلی از آثار چپ رو بگیریم، ما وقتی که بیایم فقط زیر مفهوم دولت رو خط بکشیم، این آیا این کماکان اون سیطره رو داره آیه نیکفر؟ من مثلا در مورد یک کنشگر اجتماعی فرهاد میثمی میخوندم که الان زندانه، بر اساس اون چه که شما راجبش میخونی میبینی که اعتقاد عمیقی داره به اون چه که کنشهای کوچک مدنی خشونت پرهیز نامیده میشه، و اتفاقا شاید برای همینه که حراسان ازش ترسیدن و الان انداختنش زندان، و این فقط یک نامه، نامهای دیگه یا میشه برد. اینها دارن کارهایی میکنن که از چشم من و شما شاید دوره، ولی مثال دیگه ای بزنم. من از دوستی شنیدم که در سیستان و بلوچستان یک کار فوق‌العاده فراگیر مدنی شده برای آموزش چگونگی استفاده بهینه از آب آشامیدنی در شرایطی که این آب بسیار کمیابه، و کسایی این کار رو دارن میکنن، این آموزش رو میدن که تحت یک در واقع چتر مدنی دارن این کار رو میکنن. این کارها رو من شما نمیبینیم، ولی نه، دقیقا من دعوت میکنم اتفاقا به دیدن اینها، رجوع به این کارها و برجسته کردن اینها. صحبت گرامشی شد در همین خیزش دیماه سال گذشته که بحثایی برانگیخته شد، من خودم در این مورد مقاله نوشتم، گفتم اگر با الهام از گرامشی بخوایم صحبت کنیم، کار در واقع نیرویی که بخواد دگرگون کنه اوضاع رو، در درجه اول یک جنگ سنگر به سنگر هست در جامعه برای تصرف هرچه بیشتر سنگرها،
و اینکه در اون سنگرها مردم خودمدیریتی رو، خودفرمانی رو، اتکا به خود رو بیاموزن و بعد هست که میشه رفت در یک شرایطی به سمت یک جنگ رو در رو. ولی پیش از آماده بودن اینها هیچ امیدی نیست که یک جنگ رو در رو پیش ببره، ولی میبایست مسلماً در یک وضعیتی ممکنه بحران پیش بیاد، ولی جامعه آماده نباشه. جامعه در این حال، این رو هم بگم که مدل انقلاب بهمن بعید میدونم تکرار بشه. ما دوره بحران ها رو داریم به جای یک بحران بزرگ و یک اوج و بعد تثبیت اوضاع، ما پریودهای طولانی از بحران ها داریم و جامعه یک چیزی رو میتونه به دست بیاره از این بحران ها وقتی که خودش رو تغییر بده. آقای متین، حتی اون درک فرهیخته تر و معقول تر از انقلاب که شما در مقابل درکی که آقای نیکفر منحت مینامه بیان کردید و شارح شدید، هم ایرادهای جدی بهش هست. مثلا یکی از ایرادای جدی به درک انقلابی اصولا این است که توقعش از سیاست بالاست، یعنی فکر میکنه شما سیاست ورزی میکنی و چنین و چنان میشه. یه مثال بزنم از خود مقالات شما. شما اخیرا گفتید که تنها در صورتی که عدالت اجتماعی، ملیت متکثر و دموکراسی رادیکال تبلور پیدا کنه، تنها در این صورته که میشه از ظهور دوباره یک نظم سیاسی اجتماعی نابرابر، اقتدارگرا و تک بنیاد جلوگیری کرد. یعنی اینکه شما فکر میکنید با کار سیاسی، چه انقلابی چه آمادگی برای انقلابی، باید به عدالت اجتماعی، ملیت متکثر و دموکراسی رادیکال رسید و در این صورته که اون وقت میشه مطمئن باشیم که یک نظم سیاسی و اجتماعی بهتر مستقر خواهد شد. این توقع بسیار بالا از امر سیاسیه و برداشت من اینه که ترس از این فکر انقلابی ناشی از این توقعاتی است که در انقلاب ایران به هر حال به نتیجه نرسید و مایه سرخوردگی شد. نه، البته من این چیزی که شما خوندید بس من این بود که اگر چپ واقعا میخواد وزنه‌ای در ایران باشه به لحاظ سیاسی، باید این ایده ها رو براش تبلیغ بکنه که بتونه اقشار مختلفی از اجتماع، همه اقشار اجتماع رو جلب بکنه. کارگران و زحمتکشان رو از طریق عدالت اجتماعی، ملیت ها رو از طریق ملیت متکثر و سومیش یادم رفت که چه بود، به هر حال دموکراسی رادیکال، دموکراسی رادیکال بر بورژوازی به اصطلاح ایرانی رو. این به اصطلاح یک پروگرام سیاسی بود، نه چیزی که باید باشه بعد ما بتونیم کاری انجام بدیم. ولی من اگر اجازه بدید میخوام حتی به عنوان پروگرام سیاسی، این درک از پروگرام سیاسی در واقع درکی است که یک نصاب بسیار بالا برای امر سیاسی قرار میده و امر سیاسی رو اینقدر روش سرمایه گذاری کردن و بعد فروپاشیش ناچار خب همه رو به سرخوردگی میرسونه. خب این چیز چطور بگم، یه چیز برنامه‌ای هست. یک جریان سیاسی که همچین برنامه‌ای داره الزاماً فقط از طریق این شعارها وارد عرصه سیاسی که نمیشه. میتونه شعارهای بسیار کوچکتر، تاکتیکی تری داشته باشه. شما حتی میتونید این رو در قفسه حزب بذارید، در روز معمول یک برنامه چیزهای دیگه ای میتونید تبلیغ بکنید، مسائل محیط زیستی، مسائل نمیدونم زنان، ملیت ها و فلان اینها. ولی چون اشاره شد که این بحث فقط مربوط به چپ نیست، من میخوام اتفاقا با دو مثال تاریخی به این بحثی که آقای نیکفر گفتن جواب بدم. و این بحث من این هست که اساسا چیزی که ایشون میگن جامعه مدنی باید چنین و چنان بشه، ما اصلا جامعه مدنی به معنای هگلی کلمه یا به معنای مدرن کلمه در ایران نداریم. در نتیجه آقای نیکفر در واقع بحثشون چیزی رو فرض میگیره که پرکتیسی که ایشون تجویز میکنن نتیجه نهاییش باید باشه، یعنی تناقض از بین آغاز و پایان. درک هگلی از جامعه مدنی چیست که بدونید؟ به قول هگل که البته اون هم از اقتصاددانان سیاسی انگلستان که اونجا بالاخره سرمایه‌داری اول رشد کرد اقتباس میکنه، جامعه مدنی فضایی هست بین خانواده و دولت و این فضای اجتماعی مستقل هست از رخنه و کنترل مستقیم دولت و به این دلیل هست میتونه که به اصطلاح بین نفع فردی یا خاص و نفع عام مدام یک به اصطلاح میدییشن یا میانجیگری انجام بده. حالا این بحث اتفاقا از خود آلمان در واقع شروع میشه. کانت
بسیار مجذوب انقلاب فرانسه است، چرا که اتفاقا اون ولای شکنی رو در اون میبینه. بله. کلیسا فرو میریزه، شاه کشته میشه و اینها، ولی کانت بسیار حراس داره از ترور ژاکوبینی. در نتیجه برای اینکه آلمان به اصطلاح رپابلیکن جمهوری و دموکراتیک بشه، میگه ما باید بیلدونگ داشته باشیم، آموزش، و این بیلدونگ هست که به کولتورکامپف منجر میشه، یعنی دولت و کلیسا بر سر تسلط بر ابزارهای آموزشی. و در آلمان میبینیم که اتفاقا دموکراسی کی رخ میده، در 1945 بعد از اینکه 55 میلیون انسان کشته میشن و در واقع این دولت از در یک جریان خاص تاریخ از بین میره. حالا یک مثال من خاورمیانی هم بزنم اگر اجازه بدید. در اسلام سیاسی ما دو شاید رگه مشخص داریم که آقای نیکفر اطمینان از من بهتر میدونن. اون جریانی که به اسم اخوان المسلمین مشهور است، جامعه مدنی و کار مدنی اتحاد. بله، اونها هیچ وقت برنامه‌ش این نبود که دولت رو تسخیر بکنن، چیزی که آصف بعد به اصطلاح به عنوان انقلاب بدون انقلابیون مثلا توصیف میکنه. خب ما در مصر دیدیم چه شد. اتفاقا اخوان المسلمینی که اصلا کاری به دولت نداشت و در جامعه کار میکرد به اصطلاح، به مرسی آنچه به سرش اومد. در نتیجه ما در واقع جامعه مدنی هدف ما است، نه فرض ما. ما در ایران جامعه مدنی که نهادهای خودش رو داشته باشه و جریانهای مختلف سیاسی با ایده های مختلف بتونن از این ابزارها استفاده بکنن که دولت رو اصلاح بکنن، این در واقع برنامه‌ای است که ما باید براش مبارزه بکنیم، چون وجود نداره اصلا در ایران. چون حتی چیز کمی که اصلاح طلبان درست کردن به دلیل اینکه ریشه دار و نهادینه نبود، برگشت خورد. بلافاصله شما یک تغییر در دولت می‌بینید، تمام این چیزهایی که به اصطلاح جامعه مدنی مینامیم از بین میره. چندین نکته در صحبت‌های آقای متین هست که امیدوارم فرصت بکنید جواب بدید آقای نیکفر. ولی یک سوال مهم از شما این است که آیا این نوع تاکید بر جامعه مدنی و پیشفرض گرفتن این به عنوان یک عامل مهم برای تغییرات بنیادی ناشی از ترس از امر سیاسی نیست؟ امر سیاسی یک جلوش انقلابه دیگه، جلوه‌های دیگه هم میتونه باشه. آیا این نقد به شما وارد نیست که متأثر از تجربه انقلاب 57 ایران اصولا شما ترسان از انقلاب هستید؟ احساس میکنید جامعه ایران آماده تغییرات بنیادی مثبت نیست؟ ممکنه تغییر بنیادی رخ بده، ولی فکر میکنید به نظر نمیاد یک چیز مثبت و قابل اعتمادی ازش در بیاد، ممکنه بشه مثل انقلاب ایران؟ میرم جواب این رو بدم، ولی فقط یک جمله در رابطه با جامعه مدنی. من مفهوم جامعه مدنی رو به اون صورت در واقع الگووار از غرب یا چیز نمیگیرم، بلکه ولی این با هگل این توافق رو دارم که برای تحول آنچه که هگل بهش فرمیتلونگ یا میانجیگری میگه، این میبایست در جامعه اتفاق بیفته. یعنی اونچه که هگل میانجیگری بین خانواده و دولت مینامه. نه میانجیگری یعنی ببینید، ما برای یک تحول عبور تز به آنتیتز و آنتیتز به سنتز، این یک فضا، یک مکان میخواد که اینا در واقع به اصطلاح میانجی همدیگه میشن و پیش برده میشن، که اصطلاح در واقع فرمیتلونگ رو به کار میبره. فرمیتلونگ اساساً تعریف اساسی هگل اینه که جامعه مدنی جایگاه فرمیتلونگه، جایگاه میانجیگری. در فکر سیاسی ایران اینطوری هست، یا دولتگرا، ما دولت، جامعه، دوباره دولت، یعنی همواره حواله پیدا میکنه به در واقع دولت، که ما اینو برمیاندازیم میسازیم، برمیاندازیم میسازیم، و به این ترتیب چرخ تاریخ پیش برده میشه. چرخ تاریخ اینطوری پیش برده نخواهد شد. این در مورد ادراک هگلی از قضیه. اما در مورد شما، من خیلی بله، من نگران این هستم که اساس مسئله ما چی است؟ چه چیزی انقلاب 56 57 رو برانگیخت؟ آنچه که برانگیخت ناتوانی سیستم بود از دادن مشارکت به
به توده اهالی، یعنی انتگراسیون، یعنی انتگراسیون یعنی مشارکت، همگرا کردن. انقلاب نتونست مسئله مشارکت رو، مسئله انتگراسیون رو حل بکنه. یک نظام تبعیض جای یک نظام تبعیض دیگه نشست. من از تکرار تاریخ میترسم، گذاشتن یک نظام تبعیض به جای یک نظام تبعیض دیگه و اون هم به شکل منحط‌تر، این خطر وجود داره که صورت بگیره. این ترس نیست، این نگرانی هست. نگرانی یعنی شما با تشویش و دقت آینده رو ببینید و در نتیجه وعده های بی خود برای هر تحولی ندید. آقای متین، شما فکر میکنید جامعه ایران توانمند نیست برای تغییرات بنیادین؟ منی که چند تا از مصاحبه های شما رو از جمله مثلا در مورد اعتصابی که اخیراً در کردستان رخ داد، اعتصاب یک روزه، میخوندم، برداشت من از صحبت های شما این بود که اینجور تحولاتی نشان توانمند شدن جامعه ایرانه. به نظر میاد در این قضیه تفاوت اساسی هست. یعنی هرچقدر آقای نیکفر مشکوکن و نگران هستن به گفته خودشون و لفظ ترس رو نباید به کار برد بلکه نگرانی، شما کمتر از این جنبه نگران هستید. یعنی به نظر میاد برداشت شما در مورد جامعه ایران یه مقدار متفاوته. البته من بعدم میگم در مورد کردستان از هم اصل فرق میکنه. جامعه کردستان به دلایل تاریخی که واقعا وقتش نیست اینجا بحثش بکنیم، جامعه هست که از روز اول با نظام ولایی مخالفت کرده، در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت نکردن، تشکل سیاسی دیرینه بیشتری داره، مردم بیشتر سکولار هستن. در کردستان یکی از بیشترین مشارکت ها در انتخاباتی بود که به قدرت رسیدن آقای روحانی انجامید. همون نشون میده که این جامعه اتفاقا فهیمه، میدونه که در چه جایی چه ابزاری رو به کار بگیره. یعنی اتفاقا دقیقاً منطبق هست با چیزی که اتفاقا آقای نیکفر میگه که مردم خودشون اون اصطلاح اراده و درک رو از زندگی سیاسیشون داشته باشن و تاکتیکشون رو، ابزارشون رو خودشون انتخاب بکنن. لازم نباشه یک ونگارد به اصطلاح پیش رو بیاد به اینها بگه. ولی بحث ما به نظرم باز برمیگرده به این، به نظر من تحلیل ایدئالیستی. و البته من بگم ایدئالیسم رو به اون معنا که در ایران مرسومه به عنوان دشنام سیاسی به کار نمیگیرم، به عنوان نوعی از تحلیل جامعه تاریخ. این که شما میگید که این چرخه باطل تکرار میشه، دولت رو بگیریم دنیا تغییر میکنه، بعد میبینیم که نه بد شد و فلان، این من با موافقم. ولی بحث اینه که این ایده چرا اصلا باز تولید میشه؟ ببینید، اون چه که رفتار سیاسی رو تعیین میکنه در میون افراد و گروه ها مجموعه فاکتور هاست. یکی زندگی عملی هست، معیشت هست، طبقه هست، اینا. یکی سنت هست، یکی نهادهایی که وجود داره در دسترس یا فرد درش هست، یکی مثالهایی که داره به عنوان الگو، سرمشق. همه اینا دست به دست هم میده و حرکتی رو ایجاد میکنه. اینا هم ببینید، مسئله معیشت، مسئله اینا، بله، گره خورده به دولت نفتی، گره میخوره به این بودجه، وزن بالای دولت، و این خود به خود ذهن رو متوجه دولت میکنه. یعنی به صورت عینی اینطوری هست. بعد ولی ما میایم، فاکتورهای دیگه ای هم وجود داره. مسئله در واقع سنت هست، مسئله مثال ها هست، الگوهای رفتاری هست، نهادها هست. همه اینها قابل نقده. اتفاقا عمل انقلابی یعنی نقد درونمان این الگوهایی که ما رو به صورت خود به خودی مجبور به تکرار تاریخ میکنه. عمل انقلابی در ایران یعنی جلوگیری از تکرار تاریخ، و به خاطر این تکرار تاریخ ما باید دست به نقد جدی
در واقع این فکر سیاسی بزنیم. آقای متین میشه گفت که میشه گفت که انقلابیون نقد گفته آقای نیکفر درونمان جامعه رو انجام ندادن، الگوهای رفتاری، سنت‌ها، اون چیزی که کنش سیاسی رو شکل میده اون رو بهش توجه نکردن و بیشتر متأثر از همون شرایط عینی که خودتون میگید متوجه دولت بودن، حکومت بودند. بله ببینید، من فقط میخوام دوباره اینو تاکید بکنم که من نمیگم انقلاب باید انجام بشه. من به عنوان بالاخره یک پژوهشگر میخوام بدونم که چرا انقلاب رخ میده اصولا. خب این یک مسئله. مسئله دوم اینه که این که نخبگان چرا این کارو نکردن، من میخوام اینجوری جواب بدم که حتی اگر این کارو میکردن هم الزاما نه انقلاب نه اسلام میشدن تبدیل به یک امر اجتناب ناپذیر میشدن. چرا؟ بالاخره نخبه بنا به تعریف یعنی یک اقلیت کوچک از جامعه. خب حالا ما این اقلیت فرض بکنیم که دقیقاً طوری که آقای نیکفر میگن بیان از انقلاب نقد بکنن، نقد ایمننت بکنن و فلان، خب قراره این رو چه جوری در میان توده ها اینو عمومیت ببخشه؟ خب اون موقع هست که شما اتفاقاً باز مجبورید برید سراغ دولت، چون دولت نمیذاره این کارو بکنه. ببینید تحلیل های زیادی وجود داره که جاش نیست اشاره کنیم اسم ببریم در مورد اینکه چرا انقلاب رخ میده و چگونه انقلاب رخ میده. یک سخن مشهور هست برای اینکه اون لحظه‌ای که از ذهنیت روزمره ما گذر می‌کنیم به ذهنیت انقلابی با یک جمله بیانه که این حق من نیست، کار روشنفکر گرفتن این مفهوم حق، پروراندن این مفهوم حق، بازگردوندنش به توده است که این وقتی متحقق میشه که در دست خودت قرار بگیره و نه اینکه تو ولایت رو عوض کنی و از یک سلطان به سلطان دیگر. خب این برمیگرده به اون بحث بیلدونگ آقای نیکفر. بله. در 100 سال در آلمان افتاد، شما به دموکراسی نشستید. تشکر. خب چجوری آقای نیکفر؟ من در اخبار خوندم از مبارزه شرکت در مبارزه روزمره ارتقای اینها، ارتقای اینها نه بر اساس حزب نفرت. درست. شما در نظر بگیرید که ما الان یک حزب فراگیری داریم که من اسمش رو گذاشتم حزب نفرت. یعنی این حزب نفرت سیاستش در این منتقل میشه که بگه که اینا شرن و اینا باید ازشون متنفر بود. این اصلا دلش به حال زندانی سیاسی نمیسوزه. خب درست، دلش به حال مبارزات کارگری نمیسوزه. همه اینا رو هم اگر خبرشون منتشر میکنه فقط میخواد نفرت ایجاد کنه. درست، باید مرزبندی کرد با این حزب نفرت و دل سوزون به اون کسی که اعتصاب قضا میکنه، اعتصاب کارگری میکنه، با اون بود و وعده های بیخود ند. به نظر من باز آقای نیکفر نتیجه رو در واقع فرض میگیرن. خب کسی که این رو رد نمیکنه، ولی شما بیاید به اون مادری که از سر فقر دوچرخه پسر 12 سالش رو میفروشه و همون پسر خودکشی میکنه، بیاید به این بگید که ما باید وارد یک پروسه طولانی رفرم و بیلدون بشیم و دولت رو کاری بهش نداشته باشیم. خب همه اینو میگن، این آقای میسمی که آقای کریمی گفتن، خب همین کارو کرده. خب انقلابی نبوده، چرا در زندان هست؟ صحبت آقای متین اینه که برای این کارهایی که شما میگید کنشگران مدام به یک ساختار فوق‌العاده محکم برمیخورن و این ساختار محکم اینا رو میندازه زندان، اینا رو از بین میبره و به این ترتیب چیزی که شما فرض بر این میگیرید که به وجود بیاد بر اثر وجود این ساختار به وجود نمیاد. ممکنه متهم کنید ایشون رو باز به دولت محوری، ولی به هر حال میگن این شرایط عینی چنین وضعیتی ایجاد کرده. چه کار باید کرد؟ من نمیگم که مقابله نکرد با دولت، به فکر تغییرش نبود، به فکر برانداختنش نبود. اگر موضوع انرژی باشه، من میگم که بخش بزرگی از انرژی باید گذاشته بشه روی توانمند ساختن جامعه. این بخشش بیلدون که هست، بخشش آموزشه، بخشش فرهنگ، بخش بزرگش تشکل هست، متمرکز کردن تجربیات هست، آگاهی بخشی هست، پیوند دادن سنگرها به یکدیگر است، تصرف سنگرها هست. این کاری است که
میشه کرد. بله. ولی من حزب سیاسی نیستم. بله. من فقط میتونم به عنوان کسی که میخونه و بوده در متن این جریانات، کسی است که از دل سالها مبارزه از دولت در آمده، به اصطلاح تخصص ما برانداختن بوده مدت ها، بعد میگم که باید یه فکر دیگه. آقای متین، و همون توصیفی که کردم در سوالم از آقای نیکفر، که هر کار میخوان بکنن این فعالان برمیخورن به یه ساختار سیاسی درنجه، این به هر حال دولت محوری رو تقویت میکنه، این میتونه به اینجا منجر بشه که اونها که در فکر تغییر بنیادی هستن مدام دیگه ذهنشون وسواس این ساختار سیاسی رو به خودش بگیره و همه چیز خلاصه بشه در این ساختار سیاسی و فراموش بکنن که این ساختار سیاسی یه ریشه هایی در الگوهای رفتاری، در سنت ها، در اون چیزی است که آقای نیکفر جامعه مینامه، و فراموش کنن که این جامعه هم باید نقد بشه. ما در همین ماهای اخیر دیدیم که چقدر سرخوردگی هست از الگوهای رفتاری که در جامعه در میان مردم رایجه. اصلا من شنیدم یه کسی دزد به خونش زده، و اینو من دست اول شنیدم از دوستانم در ایران، دزد به خونش زده از این خونه ای که خونه یک فرد طبقه متوسطه، میدونی چی برده؟ 100 کیسه برنج. در این کشور هیچ حزب به اصطلاح اصلی یا مینستریم به اصطلاح تبلیغ نژادپرستی در 10 سال اخیر یا 20 سال اخیر نکرده، ولی خب برگزیت رخ میده، در امریکا ترامپ. خب اینا ناشی از این نیست که در این جامعه نخبه نیست، نمیدونم انتلیکچوال رادیکال نیست، واقعا بسیار بسیار بیشتر امکانات بسیار بیشتری هم دارن، ولی یک شرایط خاص اجتماعی اقتصادی و بین المللی باعث میشه که بخش بزرگی از مردمی که خودشون اتفاقا به لحاظ صرف اقتصادی هم کیش کارگر لهستانی هستن، بیان رأی بدن به یک حزب نژادپرست یا یک خط سیاسی نژادپرستانه. اینجا ما نمیتونیم فقط بگیم که باید نخبگان بریتانیا مثلا فقط در مورد مثلا انترنشنالیسم، اینجا یک مشکل عینی هست در این جامعه که به این شکل خودش رو نشون میده. در مورد ایران هم به همین ترتیب، ما قطعا موافقم که ما نباید فقط این فتیش دولت داشته باشیم، ولی در این حال موانع تاریخی و عینی هست در این جامعه که نمیذاره کسانی که میخوان نظام ولای شکسته بشه، قانون اساسی تغییر بکنه، بتونن این حرفشون رو بزنن و ببینن مردم دنبالش میافتن یا نه. وقت واقعا نداریم، اگر خیلی یکی دو جمله است. این فتیش دولت، این دولتگرایی، این ادراک سیاسی در این حال یه اشکالی که داره تصویر غلطی از وضعیت به ما میده. بله. یعنی تصویر یک دولت پوشالی نسبتاً کوچک و یک جامعه، در صورتی که واقعیت در ایران اینطوری نیست. در جامعه ایران ما یک فضای خاکستری داریم که در این فضای خاکستری افراد در دو نقش دوگانه عامل دولت و جزی از مردم عمل میکنن، و در این حال این رو بدونیم که نقد جامعه، نقد دولت بدون نقد جامعه نقدی ابتر و قطعا باید با شما تمام کردیم آقای متین، چون با آقای نیکفر شروع کردیم. من فقط میخوام بگم که جامعه یک چیز همگون نیست. وقتی ایشون میگن جامعه، قطعا منظورشون بخشای خاصی، طبقات خاصی، الیت خاصی در این جامعه هست که وضعیت ما رو به اینجا کشونده، و علیه اونا بله به نظر من باید حرف زد. بسیار عالی. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید، و ممنون از مهمانهای برنامه محمد رضا نیکفر و کامران متین. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه، رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.